به نام خدا و با عرض سلام. در گزارش 6.5 این هفته چگونگی فعالیت‌های شرکت‌های هوانوردی داخلی و خارجی را در کشور و بررسی گرفته ایم و نیز در این گزارش تلاش کرده ایم تا عواملی را دریابیم که نشان می‌دهد شرکت‌های هوانوردی داخلی با ورشکستگی روبرو هستند. برای نخستین بار شرکت هوانوردی آریانا در حدود 60 سال پیش در کشور ایجاد شد و برای شهروندان افغانستان خدمات عرضه کرد. این شرکت در جریان جنگ های داخلی به شدت آسیب دید و پس از آن 10 سال پیش شرکت های خصوصی هوانوردی کامیر آغاز به کار کرد و پس از آن شرکت های هوانوردی صافی، پامیر و افق شرق ایجاد شدند. در حال حاضر 4 شرکت هوانوردی داخلی در کشور فعالیت دارند. پامیر ایرویز نیز به علت کهنه بودن هواپیماهایش ورشکست شد و قرار است شرکت هوانوردی افغان جت نیز به زودی فعالیتش را در کشور آغاز کند. بر بنیاد گزارش ها در حال حاضر در حدود 2000 تن در این شرکت ها کار می کنند و این شرکت های هوانوردی سالانه در حدود 25 میلیون دلار به دولت افغانستان مالیه می پردازند. در حال حاضر شرکت های هوانوردی داخلی هفته وار در حدود 78 پرواز به خارج از کشور انجام می دهند و در حدود 79 پرواز به داخل کشور دارند و اما شرکت های هوانوردی خارجی هر هفته در حدود 68 پرواز به افغانستان دارند، در حالی که شرکت های هوایی ترکش ایرلاین، اندیا ایر، دوبای فلای و پی آی ای که از جمله شرکت های هوانوردی خارجی هستند و چند سال پیش پروازهایشان را به افغانستان آغاز کرده بودند، اما بر بنیاد امضای پیمان فضای باز که وزارت امور خارجه با شرکت هوانوردی امارات امضا کرده است و این پیمان 20 روز پیش اجرایی شد، شمار پروازهای این شرکت قید نشده است و نیز این پیمان با شرکت امارات امکان خواهد داد که از کابل گذشته از مسافران دوبای مسافران دیگر کشورها را نیز انتقال بدهد. امضای پیمان با واکنش تند اتحادیه شرکت‌های هوانوردی روبرو شده است. رئیس این اتحادیه می‌گوید که امضای این پیمان شرکت‌های هوانوردی داخلی را با خطر ورشکستگی روبرو ساخته است. قرارداد فضای باز یا اوپن اسکای پالیسی اصلاً قرارداد است که دولت افغانستان با امارات متحده عربی امضا کرده، با وجود از اینکه سال قبل در مجلس خود شورای وزیران و در کمیته اقتصادی رد شد و در مجلس پارلمان هم رد شد، قبول نکردند. حتی وزارت ترانسپورت هوانوردی که خودش همی تفاهم نامه را قبلا امضا کرده بود در سال 2006، ولی دوباره بعد از اینکه متوجه میشه اینا عدم موافقه خود با اینا رسما به وزارت خارجه با امارات متحده عربی روان می چندین بار، ولی ما شنیدیم که در 24 سپتامبر چند ماه قبل از طرف وزارت خارجه افغانستان بدون هماهنگی با وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان امضا میشه و این قرارداد کاملا به ضرر شرکت های هوایی افغانی است و اصلا توی قرارداد در این منطقه نه کشور هندوستان، نه ایران، نه پاکستان و یا کشورهای آسیایی هیچ کس با امضا نکرده به این شکل. سیاست باز در حقیقت برای کشورهایی میتونه که مفیدیت داشته باشه که اول او کشورها سکتور هوانوردیش مستقیما حمایه بکنه، سبسایدی بده. دوم این تنها برای مسافرین کشور خودشان نباشه بلکه مسافرین تمام دنیا باشه، یعنی در حقیقت دو طرفه باشه. وقتی که بین دو سکتور هوانوردی وقتی که پروازها تنظیم میشه باید که از او کشور هم مسافر بیاید، تنها از یک کشور نباشه. و سیوم باید که این ارتباط داشته باشه بر تمام اقتصاد و کشور که تاثیرات بالای اقتصاد بر بخش های دیگه اقتصادی مثل بخش صنعت، تجارت، بخش جهانگردی اینا داشته باشه. و چهارم از همه مهمتر ای که اونا در حقیقت زیربناهای کافی برای ازی داشته باشن. این بسیار مهم است. وقتی شما سیاست باز را میگیرین شما باید میدانهای هوایی داشته باشین که حداقل دارای دو خط رنوی باشه که همزمان پرواز بکنند و همزمان نشست داشته باشه و امکانات خدمات مهاجرتش یا در حقیقت پذیرش ویزا و تای مراحل مسافرین باید که با سرعت انجام شود و با استاندارد بین‌المللی باشه. اما در افغانستان اگر شما توجه بکنید تمام این 4 شرایط امکاناتش فراهم نیست. اتحادیه شرکت های هواپیمایی داخلی میگویند که با ورود شرکت های خارجی در بازار هوانوردی افغانستان این شرکت ها بیشتر مشتریان خود را از دست دادند. اتحادیه شرکت های هوانوردی میگوید که امضای پیمان فضای باز با شرکت امارات به ضرر شرکت های هوانوردی داخلی است.
و این شرکت ها را در وضعیت بدی قرار داده است. این پنج شرکت خوب دو شرکت است که یک شرکت یک سال قبل تازه به فعالیت آغاز کرده و در میادین در استیون پرواز میکنند. وضعیت معلومات ندارم. شرکت پنجمی که است هنوز به فعالیت شروع نکرده ولی جواز فعالیت خود اخذ کرده. سه شرکت دیگه که است که یکیش دولتی است و آریو کامیار صافی در طول سالیان گذشته مثلا در شرایط بسیار سخت همیشه مثلا به خاطر انتقال هموطنان ما از چی در داخل کشور و چی در خارج کشور زیاد فعالیت کردن، زیاد خدمات انجام دادن و بر همه معلوم است این موضوع. ولی برعکس اینا مثلا سرمایه گذاری کردن، از بانک ها مثلا قرضه گرفتن به خاطر خریداری طیارات و البته تکتانی بانک ها بسیار بلند است. خب برخلاف در طول دو سال گذشته به اثر این مشکلاتی که ایجاد شده اینا نتونستن به جای از اینکه مثلا خوبتر و بیشتر رشد کنند مثلا حالا به یک مضیقه اقتصادی قرار گرفتن و ما اگر یک تصمیم جدی اتخاذ نشه و یک راه حل اساسی در این موضوع مثلا نشه ما فکر نمیکنیم که آینده داشته باشه این شرکت ها. اول خود در هیچ شک نیست که این شرکت ها در شکستگی است. من کاملا از وضعیتشان خبر دارم و چندین بار در چوکات کمیته اقتصادی و کمیسیون خاصی که طرف رئیس جمهور تنظیم شده بود که موج عضو بودم ما سری مسائل بحث کردیم و با جدیت و خوشبختانه تمام مسئولین حکومتی هم این موضوع را قبول میکنند که اینا در حالت بد قرار دارن به خاطر اینکه اگر سه شرکت دیگه خصوصی هست اما یک شرکت دولتی آریانا هست و اگر آریانا امروز امو خدمات هوایی میدان هواییش که از او یک عاید داره اگر او را از پیشش بگیرن قطعا پرواز کردن نمیتونه. این سخنی است که خود رئیس آریانا میگه. بنابراین اونا وضعیت بسیار بد قرار دارن و قرضدار هستن از بانک ها. امو تکتانی که برای بانک ها میته او بسیار بالا هست و اگر سکتور هوانوردی سکتور عادی نیست، سکتوری است که یک اصطلاح دارن در بین تجارت میگه اگر میخواین شما خودکشی اقتصادی کنین برین یک شرکت هوانوردی بسازین، به خاطر از اینکه شما نمیتونین رقابت بکنین در صورتی که اگر توانایی کافی و حمایت دولت نداشته باشه. شرکت های داخلی ما ادعا می کنند که مثلا به میلیون ها دلار اینا در ضرر هستند و کار می کنند. خب متاسفانه در افغانستان اکثر از این ادعاها بسیار حقیقت ندارند، به خاطر که یک شرکت نمیتونند تا اندازه بسیار زیاد در امو ضرر فعالیت کنند و مجبور میشه که ورشکست شوه و به افلاس رو برو شوه. تا اندازه شاید مفاد از اینا کاهش پیدا کنه، چون تا 20 زمانی که عرضه کننده در بازار زیاد میشه به مو اندازه مفاد تقسیم میشه و شرکت های دیگه مفاد سهم به دست میارن. اما ما شما میبینیم اکثر اوقات که تکت پیدا نمیشه، قیمت های تکت بلند میره در حالی که در داخل طیاره میریم طیاره ها خالی میباشه. پس ای به این معنا است که تا هنوز هم در بین از شرکت ها به مو سطح یک مدیریت و یک استراتژی وجود ندارن که اینا از حد اعظم امو فرصت ها استفاده کنن و شاید طور که قبلا اشاره کردم مفادشان شاید به اندازه کاهش پیدا کرده باشه، اما به این اندازه که اینا ادعا دارن که به میلیون ها دلار ضرر کردن و در حال ورشکست شدن هستند فکر نکنم تا به اون اندازه حقیقت داشته باشه. در افغانستان که سرمایه‌گذاری بند یا تاثیر ولری چه در مثال به حزب هم به حزب کنترل کننده مر هر وقت دا کوشش کو چې د هوای شرکتونه ورشکست نسی، د دولت خاص هم ردی سره هر ډول همکاری کو مخکې هم سره کړی اوس هم سره کو، هر هغه نوې مسیر چې مر غواړی پروازونه شروع کړه حق اولیت ودی تر کو دا د لپاره چې دی ورشکست نسی. نو مرته در ډیر مهمه ده چون د افغانستان د افغاني شرکتونه دی او حتما د افغانستان سرمایه‌گذاری بند یو لوی تاثیر لري. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع میگوید این طرح راه را برای سیاست دمپنگ در بخش هوانوردی فراهم میسازد که در نهایت شرکت های داخلی هوانوردی را با بحران مالی روبرو کرده است. اتاق تجارت و صنایع امضای فضای باز پروازها به افغانستان را زمینه ساز سیاست دمپنگ از سوی کشورهای دیگر در افغانستان میداند که سبب ورشکست شدن شرکت های هوانوردی نوپای افغانستان خواهد شد. سیستم دمپینگ را که ما در اقتصاد یک اصطلاح داریم که کشورها برای تولید و تجارت دمپینگ میکنند که یک نرخ را زیر یک جنس زیر نرخ به فروش میرسانند تا رقیب خود از مارکت
طرف بزنند، بعد از اون وقتی که رقیب به طرف کردن انحصار به وجود میاد، بعد از اون بازو با قیمت را به دلخوا تعیین میکنند و هر رقمی که خواست باز کیفیتش هم بازو وقت پایین میاد. متاسفانه فعلا در شرکت در سیستم هوانوردی افغانستان در تحت سیستم درهای باز یا اوپن اسکای در حقیقت این یک نوع دمپینگ هوانوردی به وجود آمده و این در حالی است که افغانستان بسیار در حالت خطرناک قرار دارد، به دلیل از اینکه امروز درست است وضعیت امنیت خوب است، اگر خدای نخواسته در اطراف میدان هوایی کابل یک فای شود، یک ماین انفجار شود که چندین بار شده، باز اینا به مفردایش پروازهای خود متوقف میکنه. خب من فکر میکنم که این قرارداد چون بین خود شرکت‌های خارجی هم قرارداد که رقابت بسیار شدید جریان قرار داره، ما بسیار مسائلش نمیفهم که چی موضوعات بوده، ولی به اثر امکان داره که فشارهای سیاسی و یا یک تفاهم سیاسی امضا شده باشه، ولی از نگاه اقتصادی بعد افغانستان هیچ کدوم مفاد نداره، به خاطر از اینکه اگر شرکت های خارجی بیان در افغانستان در صنعت هوانوردی سرمایه گذاری کنند، بگویم که اینجا که اینا در بخش هوانوردی، در بخش مینتیننس، در بخش مثلا تربیه پیلوت ها هم یا سرمایه گذاری ما قبول میکنم که مثلا اشتغال وظیفه پیدا کنند، ولی وقتی که اینا صرفا به میدان هوایی ما پرواز میکنند دوباره میرن و هم افغان ها را انتقال میدن، خب تنها فیس لندنگ و پارکینگ پرداخت میکنند و شرکت های افغانی که مثلا ورشکست میشن، مثلا صدها هموطن ما بیکار میشن و این هموطن های ما فامیلای خود هزاران نفر مثلا از این طریق نفقه میگیرن و دوم موضوع مثلا شرکت های اویی بسیار زیاد مصارف میکنن بر خاطر تربیه پیلوت ها، انجینر ها و کادرهای مسلکی شرکت های خود، و این کاملا تو از نگاه اقتصادی ما هیچ منطقی نداره که مثلا نیرو قبول میکنن. از سوی دیگر اتاق تجارت و صنایع و نیز اتحادیه شرکت‌های هوانوردی میگویند که در امضای پیمان فضای باز برخی مسائل سیاسی و حتی فساد اداری وجود داشته است و این پیمان به سود دولت و شرکت‌های هوانوردی داخلی نیست. فکر میکنم که دریجه مسائل سیاسی هست، نتونستن قناعت یا در حقیقت جواب خوب در مقابل درخواست امارات متحده عرب بدن، بخاطر زیگه دبی را خوش کرده باشند، امارات متحده عرب را خوش کرده باشند، چنین یک کار را کردن. و از طرف هم من فکر میکنم بعض مسائل فساد هم به این دخیل هست، هیچ امکان نداره. متاسفانه ما فوق العاده در سیستم دولتی و حکومتی ما تصمیم ها اکثرا به خاطر منافع ملی و منافع کلان ملی و اقتصادی ما گرفته نمیشه، بلکه بسیار کوشش میشه که با در حقیقت تطمیع کردن ها و مسائل پشت پرده بعض تصمیم ها گرفته شود. من بعید نمیدونم این مسئله را در این معامله کی باید تصمیم شد. اگر فساد شده او در جای خودش اطمان شده یا نشده موضوع جداگانه است، اما به نظر شخصی ما بودن ازی اجازه دادن ازی شرکت های بین المللی کدام ضرر به اقتصاد کشور نداشته، از لحاظ ازی که مستهلکین ما خوبتر خدمات به دست میارن و شرکت های داخلی ما مگه مطمئنن امو یک سلسله اصلاحات بیارن، اونا هم میتونن که فعالیت های خود را پیش ببرن. اما اداره مستقل هوانوردی میگوید پیمان فضای باز با در نظر داشت مشکلات شرکت های هوانوردی داخلی و در مطابقت با قوانین جهانی هوانوردی امضا شده است و به سود دولت افغانستان و شرکت های داخلی هوانوردی است. اوپن سکای یا آزاد فضا قرارداد چه بده اوست که در امارات و متحده سرسوی دی هغه په دې معنا دی چې یعنی هر څومره پروازونه چې دی وغواړي کولی سي افغانستان ته راسي، او هر څومره پروازونه چې موږ وغواړو کولی سو چې امارات متحده عربې ته ولاړ سو، یعنی په دې کې کوم محدودیتونه نشته. ګټې خصوصا که موږ د یو ملک په حیث ورته وګورو، دغه ده چې ډېر پروازونه راځي، خدمات ډېریږي، اما که د هوایي شرکتو د نظر ورته وګورو د رقابت هم ډېریږي په دې ځای کې، نو د افغانستان د خلکو دپاره یو شک دی چې ډېر شرکتونه راځي. مثال در مخه یوازې فلای دبی و اوس ایمیریټس هم راځي، ایر عربیا هم راځي، مګر زموږ د داخلي شرکتو دپاره یو رقابتي ماحول جوړ کړی دی، نو د خلکو دپاره یو ښه کار دی. او هوایي شرکتونه چون دوی وایي چې موږ نسو کولای چې د دوی سره رقابت وکړو، د دوی خصوصا هوایي شرکتونه د دې سره چندانې موافق نه دي.
اتاق تجارت و صنایع کشور عرضه خدمات شرکت‌های هوانوردی را با استاندارد جهانی می‌داند و می‌گوید که باید در این پیمان تجدید نظر صورت بگیرد. ما امیدوار هستم که دولت با پایین آوردن هزینه ها و با تجدید نظر روی سیستم یا اوپن اسکای که میگن بازار آسمان باز باید تجدید نظر شود، در غیر از او شرکت ها ورشکسته میشن و اینا باید حمایت شوند. افغانستان که فعلا در دره مهم شرکتون دی چه آقا کامیر دی صافی دی او اریانا دا مور در دیر ممالک سر بالمثل معایده اتلورو، یعنی که مور دی دره پرواز رازی مور با هم دره پرواز ورزو، مثال عراق دی یا ایران دی که دی شپاش پرواز رازی مور هم باید شپاش پرواز ورزو. یو از نای ملک چه مور دو غصر اوپن سکای پالیسی لرو هاگا د امارات متحده عربی دی کسا هم زمور شرکتون وای چه د بحرینیانو یا بهرنی شرکتو پر اتکی دی پتاوان که دی موږ فعلا بل چاره نه لرو، چون ما که ویلی چې دا یو بالمثل واحده ده که موږ دی راځي یا موږ ورځو باید دی هم راځي. که موږ غواړو چې هندوستان ته پرواز ولرو نو موږ باید دی ته هم ورکو، که موږ غواړو چې ایران ته پرواز ولرو نو باید هغه ته هم ورکو. که څه هم اوپن سکای پالیسي لکه مخکې چې ما وویله د افغانستان د خلکو دپاره دا ښه دی چې خدمات ډېر عرضه کوي، مګر موږ د هوایي شرکتو دپاره د دی دوغو پروازونه ډیر راځي او دی دوغو سره رقابت نسی کولای، یا غټ ایرلاینونه دی، نو دا یو مشکل دی ایجاد کړی دی. در حالی که خدمات نسبتا بهتر شماری از شرکت های هوانوردی خارجی سبب شده است که شرکت های هوایی خصوصی شماری از مشتریانشان را از دست بدهند، برخی آگاهان اقتصاد از ضعف مدیریت و عرضه خدمات غیر معیاری شرکت های هوانوردی داخلی انتقاد می کنند و علت کاهش مشتریان این شرکت ها را در همین عوامل می بینند. ببینید امروز وقتی که ما صحبت میکنیم 10 سال تجربه شرکت های هوانوردی داریم. شرکت های هوانوردی امروز ما اگر صافی است، کامیر است، اگر افق شرق است، آریانا هست، اینا شرکت های هوایی 8 سال 10 سال پیش نیستن. اینا با استاندارد های بین المللی خود عیار ساختن. از نظر تکنیکی و ایمنی اگر نباشند قطعا اجازه پرواز نمیدن برشان. اینا عضویت سازمان های هوانوردی بین المللی دارند و خود وزارت ترانسپورت تیم تکنیکی که از طرف کشورهای بیرونی هم حمایت میشن اینها را زیر نظر داره فوق العاده و تیارهای از اینا شما خبر دارین که چندین بار اینا تیارهای جدید خریدن، هم صافی خریداری کرده، کامیر خریداری کرده، تیارهایشان تیارهای کاملا جدید است و از اون آیه ما هیچ مشکلی در نظر تکنیکی و از نظر ظرفیت ها نمیبینیم در قسمت پروازهای از اینا. از لحاظ مدیریت بسیار ضعیف هستند شرکت های داخلی ما و در پهلوی از زمانی که مدیریت ضعیف باشه ارائه خدمات هم طبیعی است که تحت تاثیر میه. وقتی شما در پرواز بین المللی یک شرکت های بین المللی شما سفر میکنین، شما میبینین که پروازی از اینا با وقت انجام میشه و خدمات داخل یا سرویس داخل طیاره به سطح میباشه که شما راضی میباشین، در حالی که اگر شما پروازهای داخلی رو میبینین در اونجا شما اکثرا با امو فلایت دیلیز یا ناوقت پرواز کردن طیاره رو برو میشین و اگر در داخل طیاره شما خدمات رو میخواین به شکل شما رضایت ندارین از او، این خود باعث ازی میشه که امو علاقمندی مستهلکین یا مسافرین به شرکت های داخلی کم شود. این حال در اینجا نیاز به ایسته که شرکت های داخلی ما بیشتر به این توجه کنن و فقط ادای از این نداشته باشند که دولت مانع شرکت های خارجی شود. خب در صورت که دولت مانع از اینا شوند طبیعی است که مسافرین یا مستهلکین مجبور است امین و خدماتی که به هر شکلی که هست قبول کنند، در حالی که درست نیست از لحاظ نظام اقتصاد بازار که با مستهلک و مصرف کننده فکر میکنه. پس از این لحاظ یک کمک توجه بیشتر ضرورت است که از لحاظ مدیریت، از لحاظ ارائه خدمات و از لحاظ مسائل مالی خود این شرکت ها توجه کنند. از سوی هم برخی از کارشناسان میگویند دولت افغانستان باید از شرکت های هوانوردی خصوصی حمایت کند. آگاهان اقتصاد میگویند و شکسته شدن این شرکت ها سبب می شود که حضور و هویت ملی افغانستان در بازار جهانی هوانوردی زیر پرسش قرار بگیرد. مربوطش به حمایت دولت می تواند که اینا را حمایت بکنه، اما مهمترین حمایت شمیست که ما باید در عقد هر نوع قرارداد هوایی با هر شرکت خارجی با هر کشور بیرونی باید که ما منافع شرکت های داخلی ما را در نظر بگیریم و اجازه سیستم آسمان باز قطعا به نفع اینا نیست که باید این کار نشه.
این بزرگترین حمایت که ما میتونیم از دولت داشته باشیم. دوم باید که برای به خاطر حمایت مالی از این شرکت ها باید که تکس و مالیه را سر از اینا باید برای یک دوره ما پیشنهاد میتونم برای 5 سال تا باید برای از اینا معاف شود و قرضداری هایی که از گذشته مانده اونا هم باید معاف شود و کوشش شود که هزینه های هوایی از اینا در میدان هم باید پایین بیا. مسئله دسترسی از اینا به خدمات هوایی در میدانهای هوایی بیرونی، مسئله ویزه کارکنان از اینا باید که از طریق وزارت خارجه و وزارت ترانسپورت باید بسیار به جدیت مطرح شود که مشکلاتی که در اون مسئله دارن باید او برطرف شود و از همه مهمتر ای که باید که ما کوشش کنیم که با تشویق شود که پروازهای داخلی بیشتر توسعه پیدا بکنن، میدانهای هوایی با استاندارد ساخته شود و ما کوشش کنیم که پروازها باید از طریق شرکت های داخلی ما شود. دست اینست که دیلک مش هوای شرکتونه دیوه چه وای چه باید دی دیر از مش دی ورزو خود دی نرازی یا وزنی لار دی دار دی چه دی خپل اعلانان خورما بینس که دولت هم پاینده که باید دا مش پا نظر گرتو ونیسو چه دا مش طول اعلانو سر ایوزای کن دا اوز پا دی حالت که چه دی مثال دره هوای شرکتونه دی دا باید ما پا نظر سر ایوزای سی او یو هوای شرکتی چه دی وکا ولی سی دا ها غطو هوای شرکتو مقابل که چه افغانستان ترازی افغانستان خلق تشه خدمات ارزا که دو غم مقابل که دی وکا ولی سی چه خبر رکابه دا که نو پا هاگه هوا خکی که اوز مرش مثال دوبای تا دو رزی سلور پروازه زی دا غدروش هوای شرکتونه او یو پرواز لار سی نو کولی سی چه دی پرزای چه پا هر تایره که کم نفر ناستی یا شل نفری یا پنزوز نفری ها وقت کواسی دی یو او دوی دکی تایره دوبای تا لار سی و برتراسی. وظیفه دولت است که همون محیط مناسب برابر کنه به تمام سرمایه گذاران و کسایی که در افغانستان سرمایه گذاری کرده فعالیت میکنه، چی از لحاظ مثلا داشتن قوانین درست و مقررات درست، چی از لحاظ داشتن پالیسی های مناسب تشویقی، ای در حقیقت وظیفه دولت و حکومت است که ای را انجام بده. متاسفانه ما شما میبینیم که در افغانستان در مجموع به او اندازه که توقع برده میشه به او اندازه فعالیت های دولت در بعضی مسائل قابل لمس نبوده یا قابل زیاد مشاهده نمیشه. در قسمت خدمات ترانسپورتی هوایی هم شاید به او اندازه که باید ارائه کنه دولت نتانسته به نظر ما که او همکاری ها را یا امو تسهیلات ارائه کنند. اما باز هم امو زمینه از این که اینا فعالیت کنند و به آسانی بتانند کارهای خود را به پیش ببرند او زمینه برشان مساعد هستند و دولت ما اگر از لحاظ از اینا مثلا اینا از این لحاظ ادا دارند که باید حمایت از این شوند که سبسایدی داده شوند یا حمایت مالی شوند از اول هاست اینا تا هنوز کار انجام ندادن و نمیتونن هم چون در اقتصاد بازار نمیتونن اینا مستقیم مداخله کنن به شرکت ها قرضه بدن چون بانک ها وجود داره و مارکت آزاد وجود داره اینا میتونن از اونجا قرضه ها را به دست بیارن. سکتور خصوصی ما همیشه شکایت دارن از دولت که دولت کار نکردن اما خود امی تاندازی امی مساید ساختن زمینه برای فعالیت از اینا آیسته ایسته ای یک نوی امو کارهای است که دولت میکنه اما باز هم به او اندازه که توقع برده میشه و باید باشه دولت کارهایی را که باید انجام میداد و حمایت میکرد شاید نکرده بود. هرچند طرح فضای باز پروازها در شماری از کشورهای منطقه عملی می شود اما مسئولان شرکت های هوانوردی داخلی می گویند این کشورها با ایجاد طرح مشخص و با در نظر داشت شرایط کشورشان این طرح را عملی می کنند. گفته می شود که نبود قوانین لازم در بخش هوانوردی، نبود میدانهای مجهز و بزرگ هوایی در کشور، نبود پیمانهای دو جانبه و چند جانبه هوانوردی با کشورهای دیگر و نبود پشتوانه پولی یا پرداخت سبسایدی به شرکتهای هوانوردی داخلی از مشکلاتی هستند که افغانستان نمی تواند این طرح را با کشورهای پیشرفته و حتی با کشورهای منطقه عملی سازد. و اما اینکه آیا دولت این شرکت‌های هوانوردی داخلی را با گونه جدی حمایت خواهد کرد و آیا شرکت‌های هوانوردی کشور واقعاً ورشکست خواهند شد پرسشی است که گذشته زمان به آن پاسخ خواهد داد. خدا نگهدار.